آفرین، خیلی خوبه. چه فایده؟ همش باید بریزن دور. کارخونه که داره تعطیل میشه، اینا به درد کسی نمیخوره. این کارخونه داره تعطیل میشه، تو که قراری ساخر عمرت بیکار بمونی، که خودت کارخونه میزنی، پولدار میشی، زن میگیری، دست زنتو میگیری میری مسافرت، حالا کجا میخواین بری؟ جایی قراره بریم؟ آره دیگه، با خانومت. هیچ جا خسیس، با اون همه پول یه مسافرت هم نمیخوایی ببری؟ مریم بس کن، من میگم حال و حوصله ندارم، تو هم گیر دادی دیگه. بشین. ماشین کارخونه بیرون جلو دره. پسر رضا که دیشب اومده بود خونمون تو ماشینه. برو بشین تو ماشین تا من بیام. چشم آقا جون. برو. چیزی میخواید براتون سفارش بدم؟ آره، آب. چشم آقا بهراد، یه لیوان پرتقال. آب پرتقال نه، آب خوردن. چشم آقا بهراد، آب پرتقال نه، یه لیوان آب خوردن. من ببینم پسر، مگه تو سر سفره من بزرگ نشدی؟ بس وقتی باهات حرف میزنم درست تو چشمام نگاه کن. شدی یا نشدی؟ شدم آجابا. اما آجابا از کاری نکن که صدامو ببرم بالا. تو خونه من بزرگ شدی، پس کسی که سر سفره من بزرگ شده اولین چیزی که یاد میگیره اینه که میفهمه ناموس یعنی چی. میفهمه اگه پدر دختر راضی نباشه نباید دخترشو برداره بیاری همچین جاهایی. نمیفهمه؟ میفهمه آخه. ببین پسر، قصه من و بابات به آخر رسیده، همه چی بین ما تموم شده. تو هم بهتره راهتو از مرگم جدا کنی و بری زندگی خودتو به چسبی. زمنم این آخرین باری که باهات اینطوری حرف میزنم، چون هنوز فکر میکنم تو خونه من قد کشیدی و بزرگ شدی. اما اگه یه بار دیگه ببینم دوره بر مریم میپلکی، اون وقته که فکر کنم با یه آدم مزاحم طرفم. فرق این دوتا رو که میفهمی یعنی چی؟ میفهمم آجا، اما... اما نداره. من دختر به کازم نمیدم. زمنان گفتم یکی از خواستگارهاش بیاد برای صحبت. آجا قاید چه حرفی شما داریم؟ همینی که داری میشنفی. برای به صورت سویرم. آقا جان گفتم برو خونه. سلام. سلام مامان جون.
وایسایی کم انار بخور. نمیخورم. یه تلفن بزن خونه حاجی ایرانپور بگو فردا شب بیام برای صحبت اولیه. چی میگی حاجی؟ مگه دلت بله برو نمیخواست؟ مگه دلت نمیخواست دخترتو بفرست خونه بخت؟ خیلی خوب، اینم بله برون خونه بخت. سعید ایرانپور هیچی از علی کم نداره. تلفن کن بیام. چی شده؟ چی؟ گریه نکن، بگو ببینم چی شده. گریه نکن. سایز کوچیک کوچیک برای روزای اولشه. الهی قربونش برم که میخواد اینو بپوشه. نه ماما جنسش نگاه کچه لطیفه. خیلی خوش. سلام. سلام خاجون. سلام بابا. سلام. الهی قربونش برم نه با اینها. آقا جون میشه خواهشی ازتون بکنم؟ میشه دیگه کوتاه نیاین؟ بابا حاج ابراهیم هر کاری که دلش میخواد داره میکنه و شما هیچی بهش نمیگین. خیلی خوب آروم بابا. سلامت کو. سلام آقا جون. علیکی سلام. حالا ببینم چی شده. حاج ابراهیم به امه توبا برگشته گفته که بگم فردا شب واسه مریم خواستگار بیاد. خواستگار بیاد؟ مگه همینجور علکیه؟ چه میدونم کیه؟ یکی بوده پیگیر شده حاج ابراهیم هم گفته بگیم بیاد. خیلی خوب بابا. گفتم آروم. آقا جون چجوری آروم باشم؟ اصلا واسه چی بعد آروم باشم؟ شما مثل اینکه حاج ابراهیم رو نمی‌شناسید. نمی‌دونید این آدم تو زندگیش با هیچ کی شوخی نداره. نخواست شما رو ببینه و باهاتون قطع رابطه کرد. گفتید درست میشه. بله برو رو به همزاد هاش خانم گفت درست میشه. الانم که راضی شده واسه مریم خواستگار بیاد. کجا؟ کجا داری میری شما؟ وایسا ببینم کجا میری؟ مثل اینکه وقتش رسیده برم دو کلون با حاجی حرف حساب بزنم. شما حرفاتو زدی؟ حاجی هم حرفاشو زد. حاجی حرفاشو زده. ولی من هنوز حرفم مونده. برو کنار. یه دفعه صبر کن قاسم. یه صبر جایز نیست خانم. ما حرف زدیم، قول و قرار گذاشتیم. این که نمیشه حاجی هر حرفی بزنه ما سمون بکشیم و هیچی نگیم. اصلا مگه تو خودت نگفتی من برم حق بچه‌امو بگیرم؟ چشم، من دارم میرم حقشونو بگیرم. برو کنار. یه دقیقه آروم بگیر. بعدم برو. خانم برو کنار. خب بذار منم باهات. گفتم برو کنار. آقا جون. خرج تفن و کفنم اون سد گردن جان؟ خرجه؟ حالا هرچی آقا گند زدیم کیه؟ مخلصتم خیلی خوشحال شدم استاد جان؟ اون سد رد کن بیاد بلا بجم جان؟ کی بود خانم؟ یکی از همسایه هاست یه میلیون تومان خرج تفن و کفن یارو شده نصفش میکنه 500 زد کن بیا مخلصم هستم خدا شاهد گنج رو پیدا میکردیم بیشترم بهت میدم الان شهرمندم به خود دستم خالیه اعداد همه یه عوض و روزه معلومه دایده جمع بزرگی حقیقت رو بخشیم و من نسوستشون این نامزاده بخن بدم کنشونشون داداش
ابراهیم اصلا حالش خوب نیست. تو رو عربا خاک آقامون، الان نیا تو خونه. نه آجی باد باش حرف بزنم. تا که بشینم دست رو دست بذارم و ببینم خانوادم داره متلاشی میشه. باید همین امشب باش صحبت کنم. باشه، باش صحبت کن، حرفات هم بزن. اما نه امشب. بذار برای بعد، بذار من خوب خوب. ما به خیلی بود. سلام آجی. علیکی سر. ماشالله خیلی آسین سر پاس شدی آجی. قبلنا میخواستی تصمیم بگیری با هفت پاش ایل و طایفه سلام مشورت میکردی. حالا چی پیش اومده که دخترتو میخوای بدی به دیگرون؟ صلاح دختر من در اینه. خیرش تو چی آجی؟ خیرش تو اینه که دوتا بچه که با هم بزرگ شدن از هم جدا کنی. از قدیم گفتن از دل برود هر آن که از دیده برفت. اینام دو هفته هم دیگر رو نبینن از سر هم میافتن. آجی نزن این حرفا رو. من 20 سال پیش خبط و خطایی کردم و عذرشم خواستم. حالا یا از بد روزگار یا از فراموشکاری خواهرم یا از حال بد شما تو این سالا پیش نیومده دوباره دربارش حرف بزنم. آجی به خداوندی خدا من فکر میکردم شما همه چی رو میدونی و بروم نمیاری. پیش خودم میگفتم حالا که حاجی این همه بزرگوار و میدونه من تو آتش سوزی مقصرم و بروم نمیاره، چرا من تو این حال بعد اون روزای نکبتی رو بیارم جلوی چشش؟ به خدا من نمیدونستم شما نامه رو نخوندی و روحتم خبر نداره که من نشتی دستگاه رو ازت پنهون کردم. توفیری در اصل قضیه نمیکنه. چه حالا چه 20 ساله اون تو اگه 20 سال پیش بود الان نه شراکتی داشتیم و نه اینکه دختر دروس من بود. جلوی ضرر رو از هر جا بگیری منفعته. آجه ابراهیم خان، آجه ابراهیم، صحبت 40 سال رفاقته. رفاقت که چه عرض کنم، من و تو از برادر به هم نزدیکتر بودیم. هر کی من و تو رو بشناسه میدونه رگ و ریشم اون از کدوم چشم آب میخوره. آجه چی شده که سر مال دنیا حاضر نیستی تو روی من نگاه کنی؟ باشه، ای خدا، ای هنناس، من مبسه. من نمیخوام مشغول ذهن کسی باشم آجی، ولی میدونم همه این کارا زیر سر منصوره و اون حامد طفلکم شده ملعب دستش. تو هم شریک نمیخوای؟ باشه، چرا دنبال بهونه میگردی؟ یه کلمه بگو شریک بی شریک، نامردم اگه رو حرفت حرف بزنم. شریک اگر خوب بود خدا برای خودش شریک میگرفت. باشه آجی، حق با شماست، اما بهتر که هر کسی برسی خودش. ولی خدا وکیلی دل این دوتا جوان رو نشکن. من مقصر. علی و مریم با تو اونشو بدن. آجی اینا رو دیدی؟ دیدنی ها رو که همه میبینن. اگه نادیدنی ها رو دیدی هنر کردی. آجی میدونم این سوختگی ها که رو تن بدن منه در مقابل زخمایی که رو قلب و روح تو هیچی نیست. به خدا میدونم خیلی مصیبت کشیدی، اما یکم کوتاه بیا، گذشت داشته باش آجی. نذار من بیشتر از این جلو زن و بچه‌م سرف کنده بشن. نذار طوری بشه نتونم تو چشمشون نگاه کنم. خودت ماشاءالله عاقلی، میدونی آتیشو با آتیش خاموش نمیکنن. مشتی، لوتی، برادر، رفیق، تو کجا بودی ببینی توی زندان چی به من گذشت؟ کجا بودی ببینی چطور تو سر مردی میزنن که یه محله جلو پاش بلند میشدن؟ کجا بودی ببینی چطور دستبند به دست دور محله میچرخوندنت؟ تو کجا زجه های زن بچه به بغل تو شنیدی که چادر از سرش افتاده بود داره دنبال ماشین پلیس میدوه؟ من نبودم، ندیدم، ولی خدا رو 100,000 مرتبه شد که اون روزا گذشته، تمام شد. الان ماشاءالله برای خودت مرشد بزرگ ایل و طایفه ای حاجی. کوتا بیا چند سبایی دیگه محرم در میشه. یادت آقا وصیت کرده بود ما تا آخر عمر اون دو تایی باید اون تکه رو بگردونیم و علمدار ابوالفضل باشیم. تو رو به همون ابوالفضل کوتا بیا حاجی. بس دیگه مرد، اینقدر منو قسم نده، این قصه سرت دراز داره. خیلی خوب،
این تکه مال آقای خودته، خودت هم میتونی تنهایی برپاش کنی. قیمه عاشورا هم هر جایی میشه پخ، ما هم توی همین حیات نظرمون ادا میکنیم. تا حالا حرمتتو نیگر داشتم، اما اگه همین حالا از این خونه بیرون نری دیگه حرمتی در کار نخواهد بود. حرف آخر داجی باشه، رو حرفت حرف نمیزنم. یا علی به چیو ناحق کردم، به چی بد کردم، چرا باید اینقدر صرف کم بشم، خدایا دارم راه دستم بگیر. تلفن زدی خونه حاجی ایرانپور؟ نه هنوز. خیلی خوب، پس بزن. مریم، بله آقا جو. گوش کن، سعید پسر حاجی ایرانپور بچه مؤمن رو تحصیل کرده و با جنمیه، چند وقتی منتظر رخصته تا بیاد خواستگاری. بذار بیاد ببینیش. چشم، هرچی شما بگید. راحت باش. راحتم، بیا تو. چی کار میکردی؟ هیچی، داشتم کتاب میخونم. کتاب میخوندی؟ آره. خوب از کجا تا کجاشو خوندی؟ چیه، میخوای درس بپرسی؟ اشکالی داره؟ نه، حال حسلش ندارم. باش. نمیخوای با خواهرت حرف بزنی؟ چی بگم؟ چرا زانوی غم بغل گرفتی نشستی کنج اتاق؟ نگیس چون یه جوری صحبت بکنه انگار نمیدونی چه اتفاقی افتاده. ها
میدونم مریمو خیلی دوست داری، ولی هنوز که اتفاقی نیفتاده. علی جان، حاج ابراهیم یه حرفی زده، مگه علکیه؟ اگه علکی بود چی؟ اگه مریم رفت چی؟ بره به همین راحتی؟ تو خودتو بذار جای من. من اگه جای تو بودم به این فکر میکردم فردایی که مریم رفت چجوری میتونم سر پا وایسم. این یعنی قوی بودم. خواهر من، این حرفو فقط گفتنش راحته. همین. اگه میدونستی خواهرت چقدر عاشقته، دلش نمیخواد داداش کوچولوشو تو این حال روز ببینه، برای تو هم آسون میشه. ببینمت علی، بخند دیگه. تو با همه چی رو به من گفت، فکرشم نکن. مهم اینه که تو به خاطر بچه‌هات از غرورت گذشتی، اینجوری هم خدا رو از خودت خوشنود کردی، هم زن و بچه تو. بقیهش دیگه دست خودشه. هیچ وقت حاجی رو اینجوری ندیده بودم. شده بود مثل یه تیک سنگ. قصه نخور، تو منو داری، بچه ها رو داری. پاش بیپلو بچه، پاش. باش، تو برو، خودم میام. اون کارخونه حق بزنه بچه منم هست، نمیذارم یه ریالش جا به جا بشه. ولی دایی اگه شما اون برگه رو امضا نکنی، خب کارخونه فروش نمیده. حالا من نخوام بفروشم. حاجی پا صفر کردی که هر جوری هست کارخونه رو بفروشه. منم تو کارخونه که شریکیشو خودم انتخاب نکنم، بمونم چی کار دایی؟ دو سه ساعت دیگه میرم پیش آقا جون. باید باش حرف بزنم. خب اینجوری که نمیشه. مریم جونم، خواهری سلام. چی شده؟ آره دایی با منه. خب وایسا اونجا، ما الان داریم بیم. آره ما داریم بیم. وایسا کله سری رفت داره فروش کنه. سر صبحی رفته اونجا چی کار؟ آقا جونم یه جوری نگاه میکنه که حس بدی به هم دست میده، انگار کار بدی انجام دادم. خب علی محرم منه، من که نمیتونم همین جوری یه هایی ازش دل بکنم. میتونم؟ من دلم نمیخواد رو حرف آقا جونم حرف بزنم، ولی خب منم آدمم. چرا بعد از دیدن کسی که دوستش دارم و بهش محرمم حس بدی بهم دست بده؟ مگه دل بستن گناهه؟ نه دایی، گناه نیست. شما هیچ کار بدی نکردین، ولی نقاط بابات، استغفرالله. از دست من چه کاری برمیاد دایی؟ دایی
خانم جونم میخواد امروز زنگ بزنه به یه خانواده یا بگه اجازه دارن بیان خواستگاری. خانم جون دواسش هست، این کار نمیکنه دایی. شما که آقا جون منو میشناسین، یه امروز رو صبر میکنه. وقتی دید خانم جونم این کارو نمیکنه، خودش تلفن رو برمیداره و خبرشون میکنه که بیان. دایی جون به خدا من روم نمیشه تو روی آقا جونم نگاه کنم، چه برسه که رو حرفاش حرفی بزنم. ازتون خواهش میکنم که کوتاه نیاین، تو رو خدا دوباره با آقا جونم حرف بزنین. میدونم که دیشب با اتون برخورده بدی داشت، میدونم که از دستش ناراحتین، اما دایی جون تو رو خدا به خاطر من و علی، شما بزرگتر ماین. اگه شما هم عقب بشینین دیگه کی هوای ما رو داره؟ دایی جون با آقا جون هم حرف میزنین؟ نده، فایده نداره دیگه، آب از سرمو گذشته. موبایلت خودشو کشت. حاج ابراهیمه. الو سلام حاجی، خیلی مخلصم. میخوام کاراتو بذاری بری رد این بابایی رو که میگم بگیری، ببینی کیه و چیه. اسمش منوچهر شایانه، خریدار کارخونه است. حامد میگه یه شرکت داره تو میرداماد، شرکت ساخت و سازه، مثل این که اسمشو حامد نوشته. صبر کن الان بهت میدم. نه نه نمیخوام از حامد چیزی بپرسی. کارمون در اومد. چی شده؟ هیچی بابا، باید آماری یکی در بیارم با حاجی بگم. کار خطرناکی نباشه. چه خطری؟ نه بابا، دیگه خطرناکتر از سلول زندون و اکیلوله و سعید پشپش و تراپیه نیست. چه شب و روزای اونجا داشتیم. آذر، یادم بیار یه بار داستانشون رو وسط تعریف کنم. آدم های خطرناکی بودن. یه بار یادم این سعید پشپش سه روز مرخصی گرفت رفت بیرون از زندون، و وقتی برگشت گفت زنگ گرفتم. همه همون تیلیت شدیم. از آشنایی تا ازدواج 3 روز. آره جون تو، پس واسه چی تلیت شده بودیم؟ تلخ. من پدرم بهم اعتماد کامل داره، امکان نداره به شرکت پرسجو کنه. بعدش هم اگه درصدی بخواد این کارو بکنه یا به من میگه یا به حمید. تو مطمئنی به حمید چیزی نگفته؟ بهش نگفته بره تعطیل قضیه رو دراره؟ خیالت راحت من سوخان. تازه گفته باشه. حمید از کجا میخواد منو چه شایانو پیدا کنه؟ تو اسمی آدرسی چیزی از این شرکت به حاجی ندادی؟ آدرس که نه، اما اسم شرکت رو گفتم. یه زنگی بزن به شرکت، میری نگه ایمان میره بره رو هوا، بابت پولی که قرض کردم چقدر باید سود بدم؟ این حاجیه که من میشناسم بیگدار با آبره میزنه، حالا هر چندم حالش بد باشه.
خیالتون راحت، نمیره رو هوا. مگه الکیه؟ آقا جون من الان به تنها چیزی که فکر میکنه اینه که حسابش از دایی کاظم سوا کنه. به من گفته تو این دو سه روزه تمومش کنیم بره. آگهی هم که چاپ شد، تا الان هم که خدا رو شکر مشتری پیدا نشده. نکته اینه که حاجی میخواد کارخونه رو نقدن بفروشه، اما کسی الان انقدر پول نقد نداره. شما زنگتو بزن آقا منوچهر. در بسط نداره آجی، کلی پول بالا پایین کرده، از دست جماعتی هم فراریه. این شرکتی هم که آدرسش داده شرکت خودش نیست. دمت گرم داشت حمید، شرکت دومادشه. آره بابا آجی، خودم از زیر زبون آبدار چی کشیدم بیرون. تازه پول اونم بالا کشته و امروز فرداش میکنه. پس از کجا میخواد پول کارخونه رو جور کنه؟ منصور. منصور؟ آره. این اسم خیلی واسم آشناست، نمیدونم کجا شنیدمش. پدر خانم حامده. دیدم توی کارخونه حامد داره گزارش رو بهش میده. نمک نشناس. برو به برادر زنگ بزن بگو آقا جون گفت پشیمون شده، کارخونه رو به این بابا نمیفروشم. بگو دیگه واسه فروش کارخونه دنبال مشتری نگرده. پس یعنی دیگه کارخونه رو نمیفروشیم آقا جون؟ فروختن رو که میفروشیم، اما نه به مشتری که حامد بیاره. مشتریش خودت بیار. آرزا جونم آجی، برو کارخونه، هر تلفنی که واسه خرید کارخونه زده شد وصلش کن به حمید. چشم آجی. پشو زودتر ببینم چی کار میکنی. خیلی مکرم. بعد خرید اولین کاری که باید بکنیم اینه که فاز جدید سری رو اندازی کنیم. سه شیفته کار میکنیم. نه باید بذاریم بازار از چنگمون بیاد بیرون، باید بگیریم توی مشتمون. آقا جونم. الو سلام آقا جون. چی شده؟ مگه من چی کار کردم؟ کی همچی حرفی رو به شما زده آقا جون؟ آقا جون من آبرومو پیش مردم گرو گذاشتم، چرا با من این کارو میکنی؟ تو چی خیال کردی؟ خیال کردی من درباره آدمی که میخواد کارخونمو بخره تحقیق نمیکنم؟ این آدم کلی بدهی داره، توقع داری با آدم بدنامی مثل این برم پای معامله؟ آقا جون خیلی ببخشید، بدهیش به ما چه ربطی داره؟ پول نقد میده، کارخونه رو میزنیم به نامش. این پول از کجا میخواد بیاره؟ به ما چه دخلی داره؟ مهم اینه که به موقع حسابشو پر کنه. من به این آدم کارخونه نمیفروشم. آقا چرا؟ اون اگه پولو بده که دیگه مشکلی نیست. موضوع فقط پول نیست،
پس چی آقا جون؟ پای منصور در میونه. منصور؟ به منصور بدبخت چه ربطی داره؟ خیال کردی من نمیفهمم؟ شما دوتا دست به یکی کردین، یه آدم دیگه ای رو فرستادین جلو که مثلا کارخونه رو بخره. واقعا انقدر من احمق تصور کردی؟ من غلط بکنم آقا جون؟ فروش کارخونه رو سپردم به حمید، تا دیگه دخالت نکن. کاش میدونستم این حرف رو کی بهتون گفته آقا جون. گوش کنین آقا شایان، من الان تعجب میکنم از این حرفتون، چون اصلا حمید ما این شکلی نیست. مگه چه حرفی زده؟ آقا دمت گرم، فکر کنم فهمیدم کی رفته شرکت. باهاتون تماس میگیرم. خداحافظ. جونم آقا جون. معطل نکن، زود خودتو برسون کارخونه. آره دلم شور افتاده، ممکنه درگیری چیزی پیش بیاد. آره دیگه، بین برادر تو این پسر رضا. چرا اینقدر سوال میکنی؟ برو دیگه. حالا همه رو راحت کن، بگو هر کی کارخونه رو بخره اسم و آدرسشون رو بهش میدم. باشه آقا رضا، هر جور سلام. چاکر. آقا رضا، تلفن دفتر همینطوری داره زنگ میخوره. باشه، برو به کار. باشه چشم.
حالا دیگه کارت به جای رسیده زاخسیه منو چوب میزنی؟ چطه آقامه؟ مردی که تا دیروز داشتی با اون لکنتت تو خیابون مسافر کشی میکردی ما جمعت کردیم تو مارچی بیفتی تو رونه میم یقمو بل کن آقامه تو دخالت نکن یه چیزو بنوانه این بابا من نه سر پیازم نه ته پیاز آقامه بابا نفروختن کارخونه تصمیم خدا آقا جون بود به این بنده خدا چی کار داری؟ تو چرا هول ورد داشته داداش کوچیکه؟ یعنی چی؟ فکر کردی به نفروختن کارخونه پدر و پدرزن دوباره میشنن سر یه سفره کور خوندی راه اشتباه رفتی حمید خان تو اصلا نمیفهمی چی داری؟ بارو بابا دهنت ببن آقا حمید